DW با صدری برنامه افغانستان دویچه وله صدای آلمان. شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم دارایی صحت و عافیت باشید. امروز چهارشنبه تمام سبتان 1401 هجری خورشیدی برابر با 22 جون 2022 میلادی است. گوینده شما فرمان علیزاده وفا هستم و در 30 دقیقه که با شما میمانیم گزارش ها و مطالبی با این عناوین را پیشکشتان میکنیم. زلزله مرگبار در ولایت های پکتیکا و خوست. به فامیل شما 24 نفر کشته شده، 6 نفر زنانه بود، 15 یا 16 نفر مردانه بود. آیا امکانات کافی برای رسیدگی به زلزله زدگان در افغانستان وجود دارد؟ در این رابطه هم مصاحبه ای خواهیم داشت. افزایش استخراج زغال سنگ افغانستان و انتقال آن به پاکستان. سهم زغال خودش تا 6000 خرید شده بود میگن. کدوم تو برم از تجارا و تا 15000 15000 فهم زغال خودش تشرش نره. هشدار ایالات متحده آمریکا بر روسیه و در اخیر نیز مجله حقوق بشر را خواهید شنید. اما پیش از همه با این استودیوی بخش خبر رفتن و برگزیده از رویدادهای جهان را از شاهد تنها میشنم. DW خبرهای مهم جهان. شنوندگان عزیز سلام، تلفات زلزله مرگبار در ولایت‌های پکتیکا و خوست در جنوب شرق افغانستان به 1000 کشته و 1500 زخمی افزایش یافته است. تلاش برای نجات قربانیان از زیر آوار جریان دارد. هبت الله خونزاده رهبر طالبان هشدار داده که احتمال افزایش تلفات این زلزله مرگبار هنوز هم وجود دارد. وی در بیانیه‌ای به وزارتخانه‌ها و اداره‌های مسئول طالبان دستور داده از تمام امکانات دست داشته برای عملیات نجات و امداد استفاده کنند. او افزوده همچنان از جامعه بین المللی، مؤسسات خیریه و بشردوستانه می‌خواهیم که در این مصیبت بزرگ از افغان‌ها دستگیری نمایند و از هیچ گونه مساعدت به آسیب دیدگان به هر اندازه‌ای که امکان دارد دریغ نبرند. کابینه حکومت طالبان 100 میلیون افغانی را برای رسیدگی به زلزله زدگان اختصاص داده است. در این زمان سازمان‌ها و برخی کشورها آمادگیشان به کمک را ابراز داشتند. حکومت‌های ایران و پاکستان اعلام آمادگی کردند که به زلزله زدگان در افغانستان امداد رسانی کنند. رامز الاکبروف، رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل در افغانستان، در توییترش نوشته است که در حال بررسی نیازها و پاسخگویی به پیامدهای این زلزله است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، برای قربانیان زلزله ویرانگر در افغانستان دعا کرد. رهبر کلیسای کاتولیک جهان روز چهارشنبه در میدان سنت پیتر در شهر روم در جمع مردم گفت: من همدردی خود را با مجروحان و آسیب دیدگان زلزله افغانستان ابراز می‌کنم. پاپ فرانسیس 85 ساله گفت که به ویژه برای کسانی که جان خود را در این فاجعه طبیعی از دست دادند و برای خانواده‌های آنها دعا می‌کند. جزئیات بیشتر در مورد این فاجعه طبیعی را در مجله رادیویی می‌شنوید. ادامه خبرها. سازمان ملل از اجرای حکم اعدام بیش از 100 تن در ایران در 3 ماه اول امسال خبر داده است. همچنان 85 فرد زیر سن قانونی منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند. در آخرین مورد یک مرد مهاجم ازبک تبار از افغانستان که دو روحانی را در حرم امام رضا در مشهد به قتل رسان اعدام کردیم. ندا الناشوف، معاون کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد، به روز سه‌شنبه در ژنو گفت که از سال 2020 به این سو رقم اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است. در سال 2020 حدود 260 تن در ایران اعدام شده بودند و در سال 2021 دست کم 310 نفر حل حدیث شدند. همسال رقم اعدام ها در ایران بعد از چین بیشترین تعداد در جهان می باشد. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، خواستار صلح در اوکراین شد. شی در افتتاحیه مجمع تجاری بریکس گفت که جنگ در اوکراین بار دیگر زنگ خطر را برای بشریت به صدا در آورده است. رئیس جمهور چین در این سخنرانیش نه از روسیه انتقاد کرد و نه هم از غرب و ناتو نام نگرفت، اما به اضافه کرد که اگر کشورها به خودشون باوری کورکورانه داشته باشند، ائتلاف‌های نظامی را گسترش بدهند و به قیمت امنیت دیگران در پی تامین امنیت خود باشند، کشورها دچار مشکل می‌شوند. روسیه که در ماه فوریه به اوکراین حمله نظامی کرد، یکی از اعضای این مجمع تجاری می‌باشد.